سلام خوش اومدین به 96 شمین شماره از روزنامه توپ امروز سهشنبه 22 فروردین ماه به رسم همیشگی خبرهای مهم روز فوتبال ایران رو کنار هم مرور میکنیم ممنون از اینکه توپ رو انتخاب کردید برای اینکه هر روز در جریان اخبار و اتفاقات فوتبالی قرار بگیرید میتونید سابسکرایب کنید و بعد روی زنگوله بزنید تا از انتشار ویدیو مطلع بشید در انتها هم اگر از ویدیو لذت بردید یادتون نره با لایک و نظراتتون ما رو همراهی کنید. صحبت های جنجالی درویش علیه سپاهانی ها. ساکت با لپتاپ به رختکن داورها رفت. شب گذشته در برنامه فوتبال برتر درویش مدیرعامل باشگاه پرسپولیس با کنایه به محمد رضا ساکت اتهامی سنگین به مدیرعامل سپاهان زد و گفت جالبه یه مدیری با لپتاپ به رختکن داورا رفته این زنگ خطری برای چند روز آخر بازی است و اونهایی که در هیئت رئیسه و خاله و ام خانده این و اون هستند دسترسی بیشتر و ارتباطات نزدیکتری دارند و شاید در نتایج تأثیر گذار باشند. اقدام سپاهان برای تمدید با ستاره ها گزینه پرسپولیس در صدر فهرست باشگاه سپاهان در راستای حفظ ستاره های خود مذاکراتی را برای تمدید قرارداد بازیکنان کلیدی شروع کرده. امید نورافکن نخستین بازیکنی بود که قراردادش را با سپاهان تمدید کرد و مذاکرات حالا با شهریار مقانلو در جریانه. گفته میشه این بازیکن در لیست خرید پرسپولیس و چند تیم حاشیه خلیج فارس هم قرار داره. رامین رضاییان دیگر بازیکن سپاهان هم مانند مقانلو در فهرست بازیکنان است که انتظار میره به زودی مذاکرات برای تمدید قراردادشون شروع بشه. استعفای شبانه فتولاه زاده در تلویزیون علی فتولاه زاده مدیرامل باشگاه استقلال در پی صحبت محمد حسین میساقی در برنامه فوتبال برتر از سمت خود استعفا داد. صحبت های زاده در شرایطی مطرح شده که اون حدود ده روز پیش هم از سمت خود استعفا داده بود. اما هیئت مدیره با رد این استعفا از اون خواسته بود به کارش ادامه بده. سرپرست باشگاه استقلال رسما مشخص شد. پس از استعفای علی فتولله زاده از مدیراملی باشگاه استقلال ظهر امروز نشست هیئت مدیره این باشگاه با حضور اعضا برگزار و در نهایت حجت کریمی به عنوان سرپرست جدید این باشگاه انتخاب شد. کریمی همچنین ریاست هیئت مدیره باشگاه استقلال را هم بر عهده داره. در دستر بزرگ پرسپولیس در پرونده رادوشوویچ باشگاه پرسپولیس طبق تعهدی که به بوجیدار رادوشوویچ دروازبان سابق خود داده، باید تا روز چهارشنبه مبلغی بیش از 200 هزار دلار رو به حساب این بازیکن واریز کنه. در صورتی که باشگاه پرسپولیس در پرداخت اقساط به رادوشویچ دچار تأخیر بشه باید خسارت دویس هزار یورویی به این بازیکن بپردازه